در سالهای اخیر نام رضا شاه پهلوی در اعتراضات ضد حکومتی در ایران به دفعات شنیده شده. امروز 24 اسفند است. نسل جوان ایران نشان داده مشتاق است تا فرای روایت‌های حکومتی به شناختی جامع از کارنامه پادشاهی برسد که بخش بزرگی از اهداف اصلی انقلاب مشروطیت، مدرن سازی ایران رو تحقق بخشید. 100 سال پیش در اواخر اسفند 1302 همزمان با نخست وزیری رضاخان و گشایش دوره پنجم مجلس شورای ملی، نخستین جنبش جمهوری خواهی در ایران شکل گرفت. نمایندگان حزب سوسیالیست و حزب تجدد به پشتیبانی سردار سپه لایحه تغییر پادشاهی قاجاری به جمهوری در ایران را در مجلس شورای ملی به شور گذاشتند، اما مخالفت روحانیون شیعه مانع این امر شد. رضا شاه که بود، چه کرد و کدام دستاوردهایش تا به امروز در ایران برقرار مانده؟ عباس میلانی، استاد تاریخ معاصر ایران و مدیر مرکز ایرانشناسی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، که در حال پژوهش و نوشتن کتابی درباره کارنامه رضا شاه پهلوی است، در گفتگوی با بهمن سقایی در این باره توضیح می‌دهد. بین 1909 بگیرید تا 1921 ایران در مفهوم واقعی دولت نداره، به دولت مرکزی مقتدر نداره. در علوم سیاسی مفهومی هست عنوان دولت از کار افتاده، failed state. ایران در مفهوم دقیق failed state بود. نه ارتشی داشت، یه مشبطای طریق هر گوشهی هر کاری دلشون میخواست، در تهران، در تبریز، در شهرهای دیگه نیروهای مختلف، هر کسی اسلحه داشت مرغ میکرد. وبا، آنفلوانزا، قحطی، جنگ جهانی اول بین 1900 تا 1921 حداقل 25% جمعیت ایران رو از بین میبره. به یه روایتی 40%. اینقدر تفاوت هست برای اینکه رقم جدید دقیق جمعیت ایران رو نمیدونیم. پس اگه مردم بعد از اینکه تو خیابون کسی نیست نعش ببره ناراحتن که چی شده و دنبال یک راه حل میگردن، و خیلی ها دنبال این میگشتن که یه آدم قدر قدرتی بیاد و اوضاع رو در دست بگیره دیگه، و بالاخره به این نتیجه رسیدن که اون آدم شاید رضا خانی. دشمنان رضا خان مراجعه بکنیم، جوابشون ساده است. انگلیس آیرن ساید رو انتخاب کرد و باقی دیگه روشنه. به گمان من این باطله، این نظری به گمان من در اسناد اصلا اینطور نیست. کتاب غنی رو اگه بخونید کاملا نشون میده که انگلیس ها با اکراه از روز اول با او، با رضا شاه، رضا خان برخورد میکردن. بدون شک کمک کردن در کودتا، ولی به محض اینکه قدرت رو در دست گرفت به گمان من فهمیدن که این تومیری از اون تومیری ها نیست، این احمدشاه نیست که ماهانه بهش رشوه بدن، مثلا بگن قرارداد 1919 رو امضا میکنی تا وقتی هم که حفظ بکنی قرارداد رو ماهانه بهت میدیم. اصلا بارش نمیرم. به یک روایتی رضا خان حتی زودتر از اینها، از همه اینها فکر کودتا به سرش میزنه. 1917 به یک روایتی، من هنوز سندش رو تو اسناد آلمان ها پیدا نکردم، ولی یک گزارش بیش و کم مستندی هست از کسی که مترجم سفارت بوده، که میگه رضا خان تماس میگیره و میگه شما به من کمک کنید، من این مملکت رو نجات بدم و روس و انگلیس رو از ایران بیرون بکنم. یه نکته هم که در مورد رابطه آلمان به گمان من باید در نظر گرفت، چون دوباره خیلی ها به سادگی از این قضیه میگن که رضا شاه طرفدار نازی ها بود، مثلا با آلمان ها رفت.
در زمانی که رضا خان به دولت آلمان متوسل میشه، تقریبا تمام دموکرات های ایران هم به اون آلمان متوسل میشن. گروه برلن، و این مقاله در مورد مجله کاوه نوشتم، تمام خرج مجله کاوه رو که یکی از معتبرترین مجله های تاریخ قرن بیستم ایرانه و تقی‌زاده و جمالزاده و کاظم‌زاده ایران شهر و قزوینی اینا هم به توش مقاله می نوشتم. این برجسته ترین فرزندان مشروطه اینا تقریبا تمام دوران به غیر از مثلا چند ماه آخر همه خرجش رو دولت آلمان می داد. این دولت آلمان قیصریه، بعد دولت آلمان وایماره، ربطی به آلمان نازی نداره. فضل کوچکترین وجه اشتراکی با مشروطه نداشت. فضل یک دست نشانده انگلیس بود، یک خانزاده مستبد خونخوار بود، پدر صاحب ملت خوزستان رو تمام دوره رو دوروبرش رو در آورده بود، یک سیستم قرون وسطایی داشت. و اینکه ما فکر کنیم یه نوکر سرسپرده انگلیس اگر در خوزستان حاکم باشه بهتر از اینه که رضا شاه حاکم باشه یا رضا خان، اون یه نگاه متفاوتی است به تاریخ ایران. من اون نگاه رو ندارم. کسانی مثل خزعل، هر کسی که با خارجی رابطه داشت، هر خارجی، و دستور از خارجی میگرفت، به نظر من باید تصفیه میشد و یک ایران واحد باید ایجاد میشد. نه ایران واحدی که هیچ کسی دیگه حق نفس کشیدن نداشته باشه، ولی ایران واحدی که یه دولت داشته باشه، قانون درش جاری بشه، امنیت درش حاکم بشه، و اونها رو با قطعان طریقی مثل شیخ خزعل و بقیه اینایی که در اونجا ببینید. در یه مقطعی رضا خان حدود 22 جبهه مختلف جنگیده در یه فاصله کوتاهی. من شمار اولین کسی که اصلا با آمریکا رابطه ایجاد میکنه امیرکبیر دیگه، و اینا تلاششون این بوده که یا نیروی رو بیارن اینجا در مقابل انگلیس و روس، و انگلیس و روس هر دو تمام سعیشون رو میکنن که آمریکا نیاد. 1922 سعیشون رو میکنن، 1924 در اون ماجرای قطر امبری شبهاتی هست که شاید انگلیس ها درس داشتن در قتل اون کنسول، معاون کنسول آمریکایی. تو اسناد انگلیس کاملا میشه دید که اونها مایل نبودن به هیچ وجه شرکت های آمریکایی در ایران پا بگیرن، به خصوص در زمینه نفت. هیئت نفتی رفتن به خاطر اینکه امبری کشته شد، و امبری کشته شد به خاطر اینکه میاد بره از اون ماجرای اون سقبخونه که میگفتن معجزه کرده عکس بگیره، با همراه با یک در واقع گارد میره و وا اسلاما را میدازن، اینا رو کتک میزنن و امبری اونجا به قتل نمیرسه. امبری اتفاقا مجروح میشه، میبرنش بیمارستان، یا آخوندی میره در بیمارستان با آجر اونجا میکشتش، و دولت آمریکا خیلی عصبانی میشه، تقاضای غرامت میکنه، تقاضای پوزش میکنه، و خیلی رضا خان رو تحت فشار قرار میده و فوری رضا خان حکومت نظامی اعلام میکنه. و ماجراش تو اسناد آمریکا خیلی با جزئیات هست. روسا مثلا، من یکی دو تا از سندهای ترجمه شده روسا رو دیدم، اونها فکر میکنن، حداقل در یکی دو سندی که من دیدم، اونها فکر میکنن انگلیس ها دخالت داشتن و تحریک کردن. خیلی از دیگران هم گفتن. تو اسناد آمریکایی من جایی ندیدم که اشاره مستقیم بشه که فکر کنن به امبری به توطئه انگلیس رفته، ولی در این که استفادهش رو انگلیس برد، یعنی قرارداد
نفت و آغاز مذاکره با شرکت‌های آمریکایی برای راه‌آهن ملغا شد. البته آمریکایی‌ها بعداً برگشتن در قضیه راه‌آهن، نقش بسیار مهمی داشتند. رضا شاه بر اساس، به گمان من بر اساس اینکه انگلیس‌ها خیلی زور میگن و خیلی اجحاف میکنن، خواستار قرارداد جدیدی میشه. انگلیس‌ها در آغاز خیلی کله شقی میکنن. رضا شاه اون جریان معروف انداختن قرارداد آتش رو انجام میده، واضحه که عصبانی میشه. انگلیس‌ها شروع به تهدید میکنن، حتی من تو اسناد دیدم که شروع به تمرین برای حمله به ایران میکنن که اگر لازم بشه بیان ایران رو بگیرن. و در یک مقطعی به دلایل عدیده رضا شاه تصمیم میگیره که اون خواستی که داشته نمیتونه انجام بده و باید کوتاه بیاد و باید یه مقداری از درآمد ایران رو اضافه بکنه و در ازای اون درآمد بیشتر تمدید دراستر بکنه. این تئوری که رضا شاه همین کارا رو کرد به لحاظ اینکه انگلیس‌ها بهش دستور داده بودن، به گمان من یک توهم تاریخیه. مهمترین دستاورد رضا شاه ایجاد یک جریان تجددخواهی بود که جدایی دین و دولت مثلا اساسش بود، یک قوه قضایی مستقل، آزادی زنان، حضور فعال زنان در جامعه. و جامعه ایران الان دقیقاً اون چیزهایی رو میخواد بیش از هر چیزی. خواستای امروز جامعه ایران خواستایی است که دولت رضا شاه در جهت حرکتش بود. این به نظر من بزرگترین دستاوردش بود، ایران متحد در واقع بیش و کم قدرتمند ایجاد کرد از یک دولت در حال فروپاشی و نیروهایی رو به راه انداخت که بسیاری از این نیروها رو در دوران محمد رضا شاه هم ادامه حرکتشون رو ما دیدیم، سرعت حرکتشون رو دیدیم، دستاوردها در زمینه مدارس فلان فهم اینا هست. ولی در زمینه نقش آخوندا اون دستاورد رو محمد رضا شاه تصمیم گرفت که اون سیاست رو عوض بکنه و سیاست در واقع مقابله با آخوندها رو تبدیل به یک سیاست مدارا با آخوندا بکنه. به خاطر اینم که وارد جنگ سرد شد و فضای جنگ سرد و حزب توده ایجاد شد. به نظر من مردم ایران میدونن که اون جنبه از سیاست دوران محمد رضا شاه که تفاوت بسیار مهمی با دوران رضا شاه داشت، بخشی از معضل امروز تاریخ ایرانه. ما باید برگردیم به جامعه‌ای که رضا شاه داشت سعی میکرد ایجاد بکنه. رژیم جمهوری اسلامی داره دقیقاً سعی میکنه ایران رو ببره به دوران قبل از رضا شاه. و به گمان من 1979 نه مردم ایران ولی آخوندها، به خصوص اونم نه همه آخوندها، آخوندهایی مثل خود آقای خمینی، اونها دعوای اصلیشون در 1979 با رضا شاه بود. اونها قدرتهایی رو میخواستن که رضا شاه از آخوند گرفته بود، از قوه قضاییه بگیرید، مدارس بگیرید، اوقاف بگیرید، یک آپارتاید آخوندی بگیرید، همه رو پس گرفتن و ایجاد کردن. و ملت ایران بخواد برگرده دقیقاً به دوران رضاشاهی عرفی، یه جامعه عرفی، یه جامعه که درش آخوند انحصار قدرت نداره.